با کلیک راست اوپن برنامه رو سرچ میکنیم. در جزوه دو روش برای رقومی کردن رودخونه اومده، رودخونه اصلی با یه روش و رودخونه ها با درجه بندی هایی که در جزوه اومده. اینجا ما سعی میکنیم با یک کار هر دو تا کار رو انجام بدیم. خب با کلیک راست اوپن روی برنامه روی نقشه رستری بک‌گراند اوپن اوکی. من یک فایل از مسیر فایل create segment map یک نام انتخاب میکنم به نام river total، دومین و یونیک آیدی میپذیرم، اوکی میکنم. این محیط ویرایشگر نقشه خطیه، این جمعش میکنم پایین. زمانی که شما یونیک آیدی انتخاب میکنین همراه این نقشه river total یک جدولم ساخته میشه. جدول رو فعال میکنم، ریبل توتال با کلیک راست اوپن باز میکنم. در این قسمت ستونهای مربوط به هر آبجکت هست که وارد میکنیم. با کلیک بر روی این قسمت یا کالم اد کالم یک ستون اضافه میکنم. من نام ریبل کدو بهش میدم، دومینم براش تعریف میکنم، کلاس ریور کد اوکی. کدهای آبراه را هم میتونم اینجا وارد کنم هر هنگام رقومی کردن نقشه. چند تا رو اینجا وارد میکنم، کد 1، کد 2 اد آیتم میکنم، این پنجره میبندم، اوکی میکنم. پس یک ستون به نام نام، یک ریورت کد. موقع رقومی کردم این پنجره باز میشه، میگه نامش چیه، کدش چیه. خب به محیط ویرایشگر برمیگردم، فایل کاستومایز صفر میکنم، محدوده کاری رو که مشخص کردیم شروع میکنیم به رقومی کردم. خب یک آبراه رو من انتخاب میکنم برای رقومی کردم، به طور مثال این آبراهه. شروع میکنم رقومی کردن. با پیج آب بالا میرم. به انتهای مسیر که رسیدین دوباره کلیک کنید، پنجره باز میشه، پنجره جدول. همون ستون هایی بودش که ما تعریف کردیم. خب میگه نامش چیه؟ به فرض مثال این رودخونه اسمش اسم یک منطقه ایه، مثلا بستان یا یک روستای دیگه یا نیرس. جده شد اس نداشته باشه، همون آنون میذاریمش. من نام ای انتخاب میکنم به طور مثال. کد این آبراه 1. اگر کد آبراه 3 بود که نیستش، به فرض مثال شما نیو رو میزنید اینجا کد وارد میکنید، کد 3. یعنی شما هم امکان انتخاب نام در اون پنجره هستش، هم انتخاب نام در اینجا، یعنی میتونید همینجا هم اضافه کنید. کد آبراه 1. آبراه بعدی که این آبراه باشه به طور مثال. تمام آبراه ها رو شما رقومی میکنید و متناسب با نامی که دارن و کدی دارن اطلاعات رو وارد میکنید. شما در واقع یک بار رقومی میکنید، میتونید بر اساس ستونهای مختلفی خروجی بگیرید. یعنی من میتونم بعد از اتمام کار، یک دستوری هست به نام attribute map، با این دستور بگم که بر اساس ستون river code بهم خروجی بده. اینجا یک نام به نام b و کد 1. تمام آبراه ها را هم و همینچنین شما رقومی میکنید. اگر احیانا از ادامه مسیر باز موندید دوباره میتونید نقشه بک‌گراند رو باز کنید، مثل نقشه نقطه‌ای و خطی توپوگرافیتون اد بکنید ریور توتال رو، ادیت لایر سگمنت رو فعال کنید و بعد از صفر کردن کاستومایز ادامه مسیر رو داشته باشید.
با فرض بر این که تمام آبراه ها رو شما رقومی کردین، میخوایم طریقه خروجی گرفتن از این نقشه رو بر اساس ستونشون براتون تعریف کنم که اصطلاحا به این میگن نقشه توصیفی، جدول توصیفی. خب کلیک راست بر روی این نقشه operation vector operation attribute map، میگم بر اساس این نقشه جدولی که بهش لینک و ریور کد برای من یک نقشه دیگه خروجی بگی که فقط کد آبرایه ها رو شامل بشه. دقت بکنید، فقط برای من کد آبرایه ها رو آورد. خب سوالی که شاید ایجاد بشه، چرا هنگامی که داریم ما اتریبیوت مپ میگیریم اینجا فقط ریور کده؟ چون در جدول ما این ستونم هستش. دوستان دقت کنین، دومین این دومین آیدیه، دومین آیدی در اون ویو نمیاد. کافی شما دوبار کلیک روی این بکنید و دستور بدین که این دومین استرینگ نوشتاری رو تبدیل کنه به دومین کلاس نیم ریور. الان شما اگه بخواین اتریبیوت مپ بگیرین بر اساس ریور کد ریور توتالتون، نیم هم اضافه میشه. میتونین بر اساس نام رودخونه ها هم شما خروجی داشته باشید. این نامش A بود، این نامش B بود. این فورو که من فعال کنم A B. پس در واقع ما آمدیم چیکار کردیم؟ یک نقشه ریور توتال ساختیم که بهش جدول لینک بود. تو این جدول ستون تعریف کردیم، ریور کد یا هر چیز دیگه میتونیم تعریف کنیم. یک بار رقومی کردیم، بعد دستور اتریبیوت مپ رو دادیم، یک بار بر اساس کد خروجی گرفت که شد این نقشه. و چون نیم دومینش آیدی یا استرینگ بود، دوباره کلیک کردیم، تغییر ماهیت دادیم دومینش رو، که تونستیم با اتریبیوت مپ بر اساس نام هم خروجی بگیریم. خب اگر به هر طریقی از ادامه مسیر باز موندید، دیتا اوکی، از آبراهایی که من ساختم استفاده کنید، ریور کد 1 2 3. شما میتونید رنگش رو عوض کنید که بتونید ملاحظه بکنید با دوباره کلیک بر روی این. خب ریور کد رو کلیک راست کپی بگیرید، اینجا پیست بکنید، پیغام تشابه نام میده yes to all. این هم رودخانه اصلی بود. به نام رودخانه بستام، این هم کپی بگیرید، اینجا پیست کنید.